میرسیم به روز عرفه و صحرای عرفات، یکی از مهمترین محلهای دعا و استجابت که یه زائر میتونه زیباترین و خاصترین لحظات سفرش رو تجربه کنه. اگه از چند تا حاجی سوال کنی متوجه میشی که اغلبشون وقوف در عرفات رو از بیاد ماندنی ترین لحظات سفر میدونن. صحرای عرفات جاییه که اما و اگر نداره. بخشش گناهان و استجابت دعا قطعی است، یقینی هست و بدون پیش شرط. جاهای دیگه اینطور غالبا بیان میشه که اگر اینجوری باشی این نکات رو رعایت کنی این امتیاز به تعلق میگیره، ولی تو عرفات چنین چیزی نیست و مغفرت و استجابت بی برو برگرده. و اینجور بیان کردن که بزرگترین گناه شما اینه که عرفات رو درک کرده باشی و احتمال بدی که بخشیده نشد. این بزرگترین گناه محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی قطعا بخشیده شدی. تمام. تنها قصه ای که میتونی داشته باشی اینه که برگشتی چطور این پاکی و صفا رو حفظ کنی. این تنها قصت میشه. در اهمیت این مکان و زمان همین کافیه که فرمودن الحج و عرفه. خودمونیش این میشه حج و عرفش. از طرفی جاییه که حضور امامت قطعیه، شاید 100 متریش باشی، شاید 10 متریش باشی، شاید اصلا کنارش باشی. و اما در باب استجابت دعا، به به، ببین چه جای با عظمتیه و خوش به سعادت شما زائر عزیز. خیلی روایت عجیبی این روایت. امام باقر علیه السلام میفرمایند هیچ کس در عرفات وقوف نمی کند مگر اینکه خداوند دعایش را مستجاب می کند. الله اکبر. میفرماید هیچ کس، یعنی همه دعاشون مستجاب اونجا. همچنین امام صادق علیه السلام میفرمایند هر دعایی که دوست داری برای خودت بخون و در دعا کردن بکوش که آن روز، یعنی روز عرفه، روز درخواست و دعاست و یقیناً درخواست‌ها اجابت را در پی دارد. واقعاً آخرش اینجا بهترین هاست، یه لحظش رو هم از دست ندیم. دو تا کار رو مسئولین و عزیزان زائر حتماً تو عرفات انجام بدن. یکی این که جلسات تخصصی برای دعا برای فرج تشکیل بشه، شده به نیم ساعت، 20 دقیقه یه ذکر مصیبت مختصر از ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشه و بعد از اون با تعداد بالا 100 مرتبه، 200 مرتبه، هر چقدر که مقدوره دعا بشه برای فرج مولامون. و دیگه اینکه یه سری از عزیزان یه قلم کاغذ بردارن، اسامی رو یادداشت کنن. آقا شما چند تا صلوات با ذکر و عجل فرجه هم حاضری برای ظهور مولات بگی، یا اینکه چند مرتبه آیه شریفه امی یجیب، و یا اینکه تمایل داری چند مرتبه عبارت زیبای دعای عهد اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه رو تکرار کنی. اینا رو حتما یادداشت کنن، باعث تعهد میشه، باعث میشه فراموش نکنن و باعث میشه یه حد اقلی انجام بشه. خدا گواه، با همین کارهای ساده دل حضرت زهرا شاد میشه، دل امام زمانت شاد میشه و دعاتون میکنن. بگذریم، مکانهای خاص دیگه ای هم هست. مدینه منوره خودش جاهای بسیار خاصی داره. توفیق باشه یه جلسه صحبت میکنیم. فقط اجمالا عرض میکنم تو مدینه جاهایی هست که آدم دلش میگیره، قربت بیداد میکنه. قبرستان بقیع مشرف میشی، قبور خاکی اهل بیت، یاد قبر مادر سادات و اون مصائب عظیم مادر میافتی، اشکت جاری میشه، دلت میشکنه. اونجا هم وقت دعاست. باید دعا کنیم فرزندشون بیاد، باید دعا کنیم منتقمشون بیاد و بدونیم برطرف شدن قربت اهل بیت هیچ راهی جز ظهور مولامون نداره. میخوام یه نتیجه گیری کنم و یه خواهش. نتیجه این که متوجه شدیم فلسفه حج بیعت با امام اون زمانه، تمام شدن حج با لقاء اون امامه، و این که نصرت و یاری امام وظیفه شرعی تک تک حجاجه. بحث ولایت بسیار سنگین و عجیبه. روایاتی داریم که بیان میکنه اصل دین امام اهل هر زمانیه. اسراری هست، هر جا مغفرت، بخشش، استجابت خیلی لولش بالا میره، خیلی عظیم میشه. میبینی پای ولایت اهل بیت تو کاره. شب قدر تنزل الملائکه و روح بر کی نازل میشن؟
قدیر. در قدیر روایاتی هست که می‌فرماید اونقدر که در قدیر بخشیده میشه در رمضان اتفاق نمیفته. قدیر چیه؟ قدیر ولایته. عرفات مغفرت عظیم، استجابت عظیم. جریان چیه؟ حضور امام. مواظب باشیم، حق ولایت باید ادا بشه. حواسمون رو جمع کنیم، دینمون رو باید درک کرده باشیم. دین موروثی نباشه، ما رو به منزل نمیرسونه. دین این نماز و روزه و حج تنها نیست. داریم نماز ستون دینه، درسته و صحیح، ولی به شرطی که فونداسیون رو امام بدونی. و الا به هیچ وجه نماز به خودی خود ستون دین نیست. ستون با هر قطر و عظمتی اگه رو شن و خاک قرار بگیره هیچ اعتباری نداره. خاطر جمع، ولایت اهل بیت محور دینه و تمامی اعمال ما باید در جهت این محور باشه. ولایت اهل بیت که در حال حاضر حجت ابن الحسن علیه السلام جایگاه بسیار رفیع و بلندی داره که دست یافتن به ژرفای مفاهیمش برای ما اصلا مقدور نیست. اهمیت امام زمانت از نماز، از روزه، از حج، از زکات بسیار بالاتره به فرموده خود حضرات اهل بیت. جایگاه ولایت اینقدر بالا و رفیعه که اگه خدای نکرده نقصی در اعمال ما باشه و ولایت بخواد و اراده پادرمیونی کنه و بخواد اون نقص رو پوشش بده، قدرتشو داره، خوبم داره. در روایات هست 6 صورت نورانی همراه با مرده وارد قبر میشن، میستن اطراف، یکی میگه نمازم، یکی میگه روزم، یکی میگه حجم، یکی میگه زکاتم، یکی میگه خدمت به خلقم، و یکی دیگه هست که از همه نورانی تره و از همه زیباتره. بقیه سوال میکنن میگن تو کی هستی که از همه نورانی تر و از همه زیباتری؟ که در جواب بیان میکنه انل ولایت آل محمد. این اولیش که بیان میکنه از همه زیباتره و از همه نورانی تر. و اما دوم، روایت از امام صادق علیه السلام در کافی، در قبر از 5 چیز سوال میشود: نماز، روزه، حج، زکات و ولایت. و ولایت اهل بیت میایستد و میگوید هر جا شما کم آوردین من آن را تکمیل میکنم و هر نقصی که بر شما وارد شد من آن را تمام میکنم. این جایگاه ولایت، این اقتدار ولایت اهل بیت و وظیفه ماست که حقوق ولایت رو ادا کنیم. خیلی این روایت عجیب بود، یعنی ولایت اینقدر اقتدار داره اگه نقصی هم تو عمل شما باشه بیسته و اون نقص رو پوشش بده. حالا اگه از باب معرفتم نیست، لااقل به خاطر اینکه شاید یه روزی محتاج این ولایت باشیم حقوقشون رو ادا کنیم. حج شما حقیقتش بیعت با امام زمانه. اصلا اومدیم حج که امام زمانمون رو یاری کنیم. 2 مطلب بیان میکنم برای اون عزیزانی که مسئولیت دارن، لیدر هستن و تریبون دارن، که بدونیم به غیر از یه سری مسائل ضروری که باید بهش بپردازیم، به غیر از اون ضروریات از هر چی غیر از امام زمان بگیم ضرر کردیم. هم خودمون ضرر کردیم، هم باعث ضرر حجات شدیم و هم باعث ضرر همه محبان اهل بیت شدیم. در کتاب اوسی که به هذا الغریب آورده، خطیب توانا مرحوم حاج سید باقر محمدی نسب که خیلی هم عاشق و دلشیفته اهل بیت بوده، ایشون نقل کرده که یه شب تو عالم خواب دیدم که یه مجلس باشکوهی در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله برگزار هست. خطبا به منبر میرن و سخنرانی میکنن و جناب حمزه سید الشهدا نمره میدن. میگه نوبت من شد، امر فرمودم، منم منبر رفتم. به حساب خودم منبر خیلی خوبی هم رفتم. وقتی پایین اومدم حضرت حمزه به من نمره 14 داد. اومدم محضر پیامبر، از نمرم گلایه کردم، نمرم بهتر میشد از این حرفا. حضرت فرمودن از عموم سوال کن. خدمت جناب حمزه رفتم و گلایه رو به ایشون عرض کردم و جناب حمزه فرمودند، خیلی جالبه ها، خیلی نکته داره، جناب حمزه فرمودند
نمره های ما بر اساس ملاک می باشد و ملاک ما در نمره دادن اینه که از یه سخنرانی هر مقدارش مربوط به حضرت بقیت الله علیه السلام باشه به اون نمره میدیم، بقیهش نمره نمیگیره. الله اکبر. یعنی اونی که از ما میخوان اینه که در حال حاضر پر و بال برا امام زمان خودمون بزنیم، حسین زمان خودمون رو دریابیم. این نمونه بسیار زیبا رو هم توجه کنید که دیگه حرف رو تموم میکنه.